سلام بر همه دوستان، به آشپزخونه مخوش آمدین. با کانال آشپز امریکتی در خدمتون هستم. امروز تصمیم دارم طرز تهیه لوبیا پلو رو آموزش بدم به شما عزیزان. حال و با معرفی مواد مورد نیاز آشپزون رو شروع میکنم. مواد مورد نیاز برای لوبیا پلو، من اینجا از گوشت تکه گوسفند استفاده کردم و بستگی به تعداد نفر افراد خانواده داره، حدودا 400 گرم. پیاز یک عدد متوسط و این سیب زمینی رو من شستم و خرد کردم برای تدیک لوبیا پلو. لوبیا سبز که شستم و خرد کردم تقریبا 2 پیمانه. برنج از قبل خیس شده، چون من میخوام برنج امروز آبکش کنم، با نمک فراوون حدود 2 ساعت میذارم خیس بخوره. نمک، دارچین، زردچوبه، فلفل به میزان لازم، رب 2 قاشق، زعفران مقداری، کره. من توی این لوبیا پلو که میخوام آموزش بدم خدمتون، دارچین و زعفران خیلی استفاده میکنم چون میخوام که قالب باشه بر مزهشون. حالا با هم دیگه شروع میکنیم طرز تهیه مواد گوشتی لوبیا پلومون. ابتدا پیاز و نگینی خرد میکنیم، یه عدد پیاز متوسط. بعد از اینکه روغن داغ شد، پیاز رو داخل روغن می‌ریزیم و می‌ذاریم یه مقدار پیازمون سبک بشه. پیاز ها رو داخل روغنی که داغ شده می‌ریزیم. مواد گوشت لوبیا پلو رو میتونید توی قابلمه هم درست کنید، ولی من به طور کل توی دوستت درست کنم که توی زمان صرفه‌جویی کنم. اگر میخواید که این مواد رو توی قابلمه درست کنید، حدود 1 ساعت و نیم زمان میبره تا گوشت و لوبیامون کاملا بپزه و جا بیفته، ولی زودتر نیم ساعت کاملا موادمون جا میفته. من توی این فاصله تا پیازمون تفت بخوره، لوبیا سبزم داخل مای تازه یه تفت میدم. من زیاد لوبیا پلو رو سرخ نمی کنم، در واقع یه مثل تفت میدم. وقتی که رنگش عوض شد به موادمون اضافه می کنم. کمی هم نمک هم به لوبیا پلو و هم به پیاز میدم. لوبیا پلو رو همیشه با گوشت تکه‌ای درست کرد و همیشه با گوشت چرخ کرده. با گوشت چرخ کرده حالا آموزش میدم سری بعد و به صورت کته. امروز آبکش با گوشت تکه‌ای، ولی با معمولا با گوشت چرخ کرده و به صورت کته هم آماده میکنم و با گوشت چرخ کرده خیلی زود آماده میشه. زمان میدیم تا هم پیاز داغمون آماده بشه و هم لوبیامون کمی سرخ بشه. وقتی یه ذره رنگ پیازمون عوض شد، زردچوبه رو میریزیم. 5 دقیقه زمان میبره تا یه مقدار رنگ پیازمون تغییر کنه و سبک بشه. وقتی که پیاز به این مرحله رسید، زردچوبه رو میزنیم، گوشتم اضافه میکنیم. با پیاز گوشتم رو مخلوط میکنیم. به همینجا تا زمانی که رنگ گوشتمون تغییر کنه و از اون حالت خامی در بیاد. توی فاصله هم که لوبیا رو گذاشتم و داره سرخ میشه، گفتم من لوبیا رو خیلی سرخ نمی کنم. هم یک کم که تف خورد و رنگی تغییر کرد، زیر تو خاموش می کنم. فلفل و نمک. وقتی که رنگ گوشتمون
کاملا تغییر کرد و با پیاز مخلوط شد، لوبیا سبز هم اضافه میکنیم و رب رو یه تفتی با هم میدیم، یک لیوان آب میریزیم و نیم ساعت میگذاریم تا کاملا بپزه. البته گفتن در زودپز، اگر بخوایم از قابلمه استفاده کنیم سه رو تا یک ساعت زمان میبره پشت گوسفندی تا کاملا بپزه. فلفلمون لوبیامون با مواد به هم میزنیم. وقتی لوبیا کم سرخ میشه اگه توجه کنید اون سبزیش میمونه، ولی وقتی زیاد سرخ میشه یک سر رنگش متمایل به طرف سیاه میشه. الان کاملا رنگ طبیعیه. دو قاشق رب هم اضافه میکنیم. من چون توی این لوبیا پلو زعفران خیلی میخوام استفاده کنم، دو قاشق سرخالی رب زدم. حالا ذائقه ای، اگه دوست داری خیلی پر رنگ باشه یا زعفران کمتر استفاده کنیم میتونی بیشتر رب بزنی. توی فاصله که یه مقدار اینا دارن تب میکنن تا مزات خورده هم بره، من یک لیوانم آب میارم و داخل موادمو میریزم. الان اگه توجه کنین لوبیا سبز، گوشت و پیازمون کاملا با هم تفت خورده و مزات خورده هم رفته. یک لیوان آب میریزم. اگه نیاز باشه، من احساس کنم نیاز داره، من یک لیوان دیگه هم میریزم. تا نیم ساعت دیگه که این سسمون آماده بشه. سس گوشت ما برای لوبیا پلو آماده است. بعد از اینکه آماده شد یه مقدار دارچین و زعفرون قاطی میکنیم به هم میزنیم. توی فاصله من آبو گذاشتم به جوش اومده، اون برنجی که قبلا خیس کردم داخل قابلمه ریختم و گذاشتم تا به مرحله آبکش کردن برسه. ما برنج رو برمیدیم بین دو تا از انگشتام فشار میده. الان مرحله ای که ما بعد برنج رو آبکش کنیم. برنجی که به مرحله آبکش کردن داخل آبکش می‌ریزیم. تای قابلمه باز می‌چرخ کنیم. و داخل برنج برنجم الان کاملا آماده است تا مایه گوشت لوبیا پلو هم بریزیم ما بینش و بذاریم برای دم کشیدن. تدیکی که من میخوام امروز بذارم برای تای برنجمون سیب زمینی، روغن، کمی نمک، نوک قاشق زعفران. وقتی که اینو یک کمی گرم شد تدیکا رو میچینیم. یک کم که روی حرارت گذاشتم دوباره این سیب زمینی رو برمیگردونم، دو طرف سیب زمینی آغشته به روغن بشه.
تدریجا که کمی سرخ شد من میام مرحله به مرحله لوبیا پلو رو آماده میکنم. ابتدا برنج سفید رو میریزم کاملا یک دست. ما برنج رو که ریختیم حالا مایه گوشت رو میایم میریزیم. کاملا تمام سطح برنجمون رو با مایه گوشت میپوشونیم. دارچین میخوام توی این لوبیا پلو طعم و مزه دارچین و زعفرون غالب باشه. هر چقدر توی زعفرون دست و دل بازتر باشین غذاتون لذیذتر میشه. توجه کنید من حدود 7 تا 8 قاشق مربخوری زعفرون. مجددا ما بقیه برنجمون میریزیم. بقیه مایه گوشتیمونو اضافه میکنیم. بقیه مایه گوشتیمونم اضافه میکنیم به این برنجمون. کاملا سطح برنجمون پوشیده شد. دارچین سلیقه‌ایه. اگر دوست نداشتی نمیتونیم همین دارچین بزنیم ولی فوق العاده خوشمزه و لذیذ میشه. و زعفران. بعد از اینکه کل مواد رو با برنجمون مخلوط کردیم من این قابلمه رو شعله بزرگتر میذارم و یه ذره حرارتش رو زیاد و در قابلمه رو میذارم تا بخار غذامون بیاد بالا و بعد از اون من کره و روغن رو اضافه کنم. عزیزان بعد از نیم ساعت الی 40 دقیقه برنج ما آماده است، دم کشیده است و آماده است برای سرو کردن. لوبیا پلو ترجیحا برنگردونی بهتره چون ما لابلا برنج و مواد رو ریختیم با هم دیگه خوب مخلوط نمیشه. من معمولا لوبیا پلو که به صورت آبکش درست میکنم برنمیگردونم قالبی. لوبیا پلوی که به شکل کته درست میکنم اونو قالبی بندم. اگه توجه کنی کاملا مواد ما و برنج ما مخلوط شده. لوبیا پلو خیلی غذای لذیذ و خوش عطر و بوییه. امیدوارم طبق دستور من درست کنی و با عزیزانتون بخوری و لذتش رو ببری. کنار لوبیا پلو سالاد شیرازی، ماست و خیار، مخصوصا دوغ خیلی خیلی لذیذ میشه. کاملا برنج ما دم کشیده.